همکارم تورسک صادقی از اربیل با ما همراه است برای ما بگو تورسک چه نتایجی تا الان اعلام شده کدام جریان ها بیشترین آرا را کسب کردند خب همه رسانه ها در حال حاضر منتظر این هستند که تا دقایقی دیگر دیگه کمیسیون مستقل انتخابات نتایج رو اعلام بکنه در مرحله اول یعنی سه ساعت پیش اونا نتایج ده استان رو اعلام کردند که تغییرات بسیار زیادی در کرسی هایی که حالا جریان ها به دست آورده بودند یا از دست داده بودند نشون داده شد مثلا در اقلیم کردستان اتحادیه میهنی کردستان گفته که نتایج رو اصلا قبول نداره و مثلا جنبش تغییر که با اتحادیه میهنی یک اعتلاف رو به وجود آورده بود اونا اعلام, اعلام شکست کردن رسما خود کمیسیون همونطور که شما هم اشاره کردید تا امروز گفته که 41 درصد میزان مشارکت بوده هیئت ناظران اتحادی اروپا دیروز اما گفته بودند که استقبال بسیار ضعیف بوده و میزان مشارکت بسیار سرد و مردم مردم کم بسیار کم به صندوق های رای رفتن هفت نهاد مستقل امروز یک بیانیه مشترک منتشر کردن اونا ناظر این انتخابات بودند و گفتند که میزان مشارکت 38 درصد هست در هر صورت همچنان ما منتظر هستیم تا دقایقی دیگر باید کمیسیون مستقل انتخابات عراق نتایج را اعلام بکنه همزمان ما تصاویر زنده هم داریم می‌بینیم از شمارش آرا و اینکه همه منتظر هستند تا آخرین نتایج شمارش بشه و نتایج مشخص بشه گزارش هایی بوده اتروس که از ورود اسماعیل قانی به عراق و دیدارش با رهبران گروه های مختلف چه جزئیات بیشتری داریم در این زمینه خب همونطور که اشاره کردم تغییرات زیادی در آرا به وجود اومده مثلا در بین جریان های شیعه جریان صدر بیشترین آرا را کسب کرده و فشار بسیار زیادی هم به کمیسیون آورده دقایقی قبل یک توییت دیگه در صفحه خودش منتشر کرده و گوهشدار داده نسبت به کشورهای همسایه و کشورهای منطقه که دخالت بکنن در کار کمیسیون در نتیجه انتخابات و گفتن که همه اینا رو زیر نظر دارن از طرف دیگه در رابطه با سوال شما جریان فتح که به جمهوری اسلامی ایران نزدیک از به رهبری هادی آمری اونطور که برآورد شده و بر ها اعلام کردند بسیاری از کرسی های خودش را از دست داده و طوری که ناظران میگن این باعث نگرانی جمهوری اسلامی شده و باعث نگرانی خود این جریان ها هم شده به همین دلیل اونطور که گفته شده البته تایید نشده اسماعیل قانی در سفری که البته از پیش اعلام نشده وارد بغداد شده و قراره که با همه این جریان شیعه ها جریان, های شیع جریان های سیاسی خصوصا جریان های مسلح از جمله هشت شعبی با رهبرانشون دیدار و گفتگو داشته باشه در شهرهای مذهبی از طرف دیگه این رو اشاره بکنم مثل نجف و کربلا که بسیار ناظران به اون به این اشاره کردن اینه که با اینکه گروه های شیعه با همدیگه رقابت رقابت تنگا تنگاتنگ داشتن اما کاندیدهای مستقل رأی زیادی رو آوردن این باعث شده که جریان های شیعه نگران بشن و در کنار اون اونطور که ناظران میگن جمهوری اسلامی ایران هم حالا به لحاظ اینکه نفوذ داره اینجا نگران بشه منطقه سبز بغداد هم همونطور که شما هم اشاره کردید بسته شده تا حالا مشخص نیست آیا فقط تا زمان اعلام یا بعد از اعلام هم امکان داره اعلام نتایج هم همونطور بسته بمونه اما خب چیزی که اینجا ناظران بهش اشاره میکنن تحریم پیام تحریم از سوی مردم از یک طرف و از طرف دیگه اینکه این تغییر آرایی که داریم میبینیم مردم به چه جریانهایی هایی دادن خاص مردم و چقدر دولت بعدی به خاست سیاسی مردم توجه میکنه و دولت بعدی به چه سوی خواهد رفت سیاست در, حالا به نفع حاکمیت و ثبات و امنیت عراق خواهد بود بسیاری از تو ممنونم چورسکی صادقی از